استاد، این یک دست نوشته از آقای مطهریه. من میخوام به یک پرسش برسم که حالا من تایپ شدهش رو اینجا دارم براتون عیناً میخونم. آره، اینجا میاد و آقای حضرت امام از آقای مطهری میخواد که یک سری افراد رو برای شورای انقلاب ایشون معرفی کنه و میاد به ترتیب، البته من صحت این دستخط رو از آقای علی مطهری همینجا، این جایی که من هستم، این پیج حساب آقای علی مطهری پسر هستم، آره من صحت دستخط رو گرفتم ازشون. اینجا میاد و میگه که آقای مهندس بازرگان متدین و متشرع در توجیه جوانان به اسلام خیلی فعال بوده در 30 سال گذشته و الهازم. مهندس عزت‌الله صحابی به همین تفسیر، به همین تعریف. آقای صدر حاج سید جوادی به همین صورت تقریبا کم و بیش تایید کردن آقای مطهری در معرفی به امام. آقای مهندس کتیرایی، آقای دکتر صحابی و آقای ابراهیم یزدی. بعد میاد و اینجا میگه که بعضی افراد دیگر نیز مطرح شدند ولی از برخی جهات تردید وجود دارد یا مورد تردید بودند. آقای سید علی آقای خامنه ای، منشأ تردید روحانی بودن ایشان است که آیا واقعا مصلحت هست فردی روحانی به عنوان فردی که فعلا یا بعدن کاندیدای پست دولتی شود در شورای انقلاب مطرح شود؟ در مورد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هم می‌فرمایند منشأ تردید در ایشان اینان همان است که در مورد آقای خامنه ای مطرح کردم. یعنی بحث، و من تایید این دستنوشته رو از آقای مطهری گرفتم، گفتم بله این دستنوشته صحت داره. این قرائت 58 بوده. موضوع سوال من حالا چیه اینجا؟ موضوع سوال من 57 بوده دقیقاً، که ولایت فقیه و جمهوری که مد نظر آقای خمینی بود از نجف تا نوفل شاتو و تا حتی قبل از شورای انقلاب چی بوده و چه اتفاقی برای اون افتاده که آقای مطهری به امام میفرمایند که تردید من از معرفی اینها این است که بعداً به عنوان روحانی بخوان در حکومت بیان. بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که اصلاً هدف حکومت روحانیت نبوده است؟ من میگم اصلاً خود ایشون هم میگفتن که من میرم قم و در واقع تعریفی که ایشون از نقش خودش داشت، تازه شما میتونید بحث رهبران و مدیران انقلاب دو مقوره جداست. رهبران انقلاب چون عجینن با جریان انقلاب، نقششون نمیشه باید محدود کرد غیر از مدیرانه. مدیران انقلاب کسانی هستن که بعد از رهبری نقش تأسیسی داره تو جریان انقلاب. بنابراین معمولا شما نگاه بکنید اکثر انقلابات سالها بعد قانون اساسیش تدوین میشه، چون در زمان بودن رهبر نمیتونن با قانون خیلی محدودش کنند. خب ایشون آقای خمینی پذیرفت و این از یه جهت مثبت بود که ما در واقع خیلی زودتر از خیلی انقلابات دیگه رفتیم به سمت تدوین قانون اساسی. و همون زمانم در واقع ایشون تعریفی که ارائه میداد از ولی فقیه و از نقش خودش، یک کسی بود که در چارچوب قانون و در محدوده قانونه و نقشش هم نقش نظارتیه. این قرائت مطرح بود. قانون اساسی دوم سال 68 اول اومدن به پسفند مطلقه اضافه کردن، دو اومدن دامن اختیارات رو افزایش دادن، سه هیچ تناسب بین اختیارات و مسئولیت ها وجود نداشت، و فاجعه آمیزتر این که حتی همین قانون اساسی هم اومدن با نظارت استصوابی به بنبست مطلق کشوندنش. یعنی اگر مثلا یک راهی گذاشته شده تو قانون اساسی که مجلس خبرگانی که منتخب ملت هست نظارت کنه بر رهبری که پاشو کج نگذاره، اومدن با این دور باطل که داره، یعنی در واقع یه انتخابات دو درجه‌ای کردن، شورای نگهبانی که خودش مبعوث رهبره باید یه دور سرند بکنه کاندیدا رو، در واقع میشود نمایندگان رهبر اعضای مجلس خبرگان رهبر یه دور انتخاب کنن بعد عرضه کنن به مردم، بعد تو مردم هم 30-40% بیان رأی بدن.
اصلا مجلس خبرگانی که نماینده 30-40% مردم باشه، نماینده اکثریت آرا نباشه، نمیتونه در مورد رهبری که متعلقه به یک کشور تصمیم بگیره. و بعدم با نظارت استصوابی اصلا اومدن بستن این راه رو، یعنی در واقع دیگه هیچ مکانیسم نظارتی واقعی هم در مورد رهبری وجود نداشت. نتیجه هم شد چیزی که ما الان میبینیم. از اون ور هم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تو این سالا هر کسی یه سرش از یه حدی بیشتر ارتفاع گرفت زدن و در واقع اومدن یه سقف تعیین کردن، یعنی همه رو، یعنی همه باید قدرشون کوتاه‌تر از این کسایی باشه که ما الان داریم. در نتیجه عقیم شده جمهوری اسلامی، اینقدر عقیم شده که من میگم مثلا فرض کنید گفتمان ما، ادله ما رو بذارید کنار، اصلا اینکه میگیم چیز به اسم حکومت دینی وجود نداره، میخوایم بیایم بشیم مدافع دو آتیشه همین گفتمان ولایت فقیه تو قانون اساسی. آقا هیچ مصداقی الان براش ندارید. واقع گرایانش اینه که شما مصداق وقتی ندارید این اصلا صاحب به انتفاع موضوعی رو بذارید کنار و یه تدبیر دیگه بیاندیشید. بله اگر رای غیر از این بخوام برن مجبور میشن، این اتفاق خواهد افتاد، مجبور میشن یه کسی رو به رغم اینکه واجد اون صلاحیت ها نیست، واقعا در تراز ولی فقیه که تو همین قانون اساسی خودشون هست نیست، اینو بیارن و به زور حاکم کنن، یعنی با فشارهای امنیتی و نمیدونم اینها سعی کنن اینو ببینید دیگه. ولی فقیه که به ضرب و زور نمیدونم دستگاه امنیتی پلیسی بخواد قدرتش مستقر بشه که این دیگه نمیتونه ولی فقیه باشه، نمیتونه اون وصف عدالت مقبولیت آموچی داره داشته باشه که نهایتا متوسط به این روش میشن و اینم خطرناک، اصلا ممکنه که واسه انفجار بشه تو جامعه. به همین جهته که من میگم اصلا فرض کنید مدافع هم باشید، یه مستاق به من مانه، یه مستاقی که زی سراح باشه. میگم آقای خامنه ای سال 68 راجع به خودش اون تعبیر رو به کار میبره، شما یکی در تراز آقای خامنه ای سال 68 هم را ندارید راه کنید. برابر این باید اصلا این بحث رو درش رو بحث به نظرم. باید رفت به سمت اینکه همه نهادهایی که انتخابی مستقیم اند، رئیس جمهور، اینا تو انتخابات دموکراتیک اینا این رفراندوم برگزار بشه. بله بله. رهبری میفرمایند مردم تحلیل ندارن. نه مردم تحلیل ندارن. اصلا ببینید اصلا آقای هم آقای خمینی هم آقای منتظری وقتی بحث ولایت فقیه رو مطرح میکردن، اینا مهمترین مسئله شون چون این که ریشه چیز نداره، که ریشه دینی نداره که به این ولایت فقیه، اون ولایت فقیه که تو فقه مطرح بود، اون ولایت بر ایتام و صغار و اینا بود، قلمروش محدود، اختیاراتش محدود، خیلی اندک مشخصی است در حیطه سیاسی، تو قدرت سیاسی نبود، منشأ عرفی و انتخاباتی بره. داره منظورتون اینه؟ بله. منتها دغدغه اینا این بود که آقا چون جامعه جامعه اسلامی است، باید ما با یه سازوکاری مثلا شرعیت امور رو تضمین کنیم، نظارت بر شرعیت امور رو اینا وجود داشته باشه. من میگم اگر شما یه انتخابات برگزار کنید، یه مجلسی باشه که مجلس منتخب مردم هم باشه، این مجلس هم میتونه نظارت بر شریعت امور بکنه، شورا نگهبان هم میتونه این کارو بکنه. یعنی میخوام بگم اگر دغدغه‌شون اون باشه، وجود شورا نگهبان میتونه چنین دغدغه‌ای رو برطرف بکنه. اصلا لزوم نداره حتما شما کسی به اسم ولی فقیه داشته باشید. بله. اتفاقا در همین رابطه با نظارت بر رهبری، اولا که باز بعد از اینکه اعضای خبرگان انتخاب میشن، باز رهبری میتواند ناظر بر خودش را جایی منصوب بکند، یعنی بعضی از این آقایون منصوب رهبری در جاهای دیگر هم هستند، در مجمع تشخیص، در جاهای دیگر، در امامت جمعه، رهبری اینها را میتواند منصوب بکند، یعنی منظور ناظر را میتواند جایی منصوب بکند. این یکی. یکی آقای سید احمد خاتمی فرمودن که اصلا بحث نظارت نیست، ما در قانون اساسی اصلا بحث نظارت بر رهبری رو نداریم، بحث کشف ایشون هست. اصلا حالا این بحث کشف هم یکی از این
اصطلاحاتی بود که آقای مصباح باقیله. بله. من همون موقع چیز مفصل نوشتم تو کتاب گفتمان‌های دینی معاصر، یه فصلش راجع به همین نظریه کشفه که نشون داده واسه نظریه کشف چقدر نظریه بی مبنای از لحاظ فقهی. یه بحثی تو معاملات تو فقه داشتیم رو برداشتن آوردن تو بحث سیاست و اینا. و اما اصلا من فرض میگیرم که اصلا شما قادر به کشف بشید، آخه یه مصداقی باید تو عالم خارج وجود داشته باشه که شما کشفش کنید. یه خیلی رئالیستی که نگاه کنید، بله، کسی نداریم که زی سر راه باشه، واجد شرایط باشه. آخه نمیشه یه کسی باشه که نمیبینیم بعد شما بیاد کشف کنید. نمیشه کسی که هیچکی نمیبینه نه وجود خارجی داره شما یه پرده برداریش کنید. یعنی چی؟ منتفیه پس این بحثه. بعد من پرسش آخرم رو، پرسش آخر رو بپرسم از شما، واقعا خستتون کرد، من عذرخواهی میکنم. دوستان پرسیدن که واقعا آقای یک شخصی نمای شکویی پرسیدن که پشت پرده عزل منتظری رو شما چقدر میتونید امروز یک شکل دیگرش به ما بگید، چه چیزی دارید که به ما بگید و مردم بگید؟ و در مورد نامه آقای منتظری، نامه ای که بعضی ها میگن سید احمد نوشته، بعضی ها میگن نه خود امام نوشته. حالا ببینید پشت پرده که همچنان به نظرم باید زمان بیشتر بگذاره تا گفته بشه و شنیده بشه. خیلی چیزا هست که همین الان مثلا کسایی هستن در حیاتم، یکی از آقایون مثلا وقتی تعریف میکرد که مثلا جلساتی بوده که اینا میشستن از مدت‌ها قبل از برکناری آیت الله منتظری، اون جلسات بحث میکردن، تصمیم میگرفتن، بعدشون میگه من خاطراتم هم نوشتم راجع به اون جلسات، افرادی که حرف زدن، نظراتی دادن، تصمیمات که گرفته شده، و میگه من گذاشتم یه وقتی منتشر بشه خاطرات. خب اونا بعد یه روز منتشر بشه به عنوان پشت پرده ها تا معلوم بشه کیا بودن، چه بحثایی میکردن، چه استدلالایی داشتن. به همین جهت خود شما چی دارید در آره. ما منتها چیزی که من خودم قبلا هم گفتم فکر میکنم خیلی مهم بود و دیگرانم بهش خیلی کم توجه میکنم، میدونید میاد بحثای فرعی طبیعیه که مثلا برای اینکه اصل قضیه گفته نشه مثلا موضوع صد مهدی هاشمی خیلی عمده میشه. اصل مسئله اینه که آقای منتظری یه نامه های نوشت مثلا از سال 65، مثلا یه نامه نوشته بود به ایشون تو جریان انتخابات مجلس بود که آقا برای چی باید این همه روحانی تو مجلس باشه. آقا مثلا ایشون یه تعبیری هم داشت میگفتش که مثلا حکومت اسلامی که حکومت آخوندیسم نیست، مثلا همه جا رو بده دست آخوند. یه نامه نوشته بود که اینا تو کتاب خاطراتشون هست، گفته بود که چرا باید پستای کلیدی دست روحانیون باشه، ریاست جمهوری، ریاست مجلس. ایشون گفته بود حالا قوه قضاییه مسئلهش علا حد است به خاطر مسئله قضایی و شرع و فلان و اینا، که حالا قوه قضاییه هم باید مستقل از حکومت باشه تو دیدگاهی. بله، استقلال قوا. خب طبیعی است که وقتی یک کسی تو این نامه هاش میگه خب چرا پست کلیدی باید دست روحانیون باشه، چرا مجلس. ایشون حتی میگه که مجلس بایستی متخصصین رشته های مختلف باشن، این همه آخوند تو مجلس چیکار میکنه. خب من یه عده احساس خطر میکردن دیگه، فکر میکردن خب آقای منتظر با این دیدگاهش یه فردا قدرت بگیره دست، معنیش اینه که خیلی از این آقا